انتقاد گسترده از موضع روسیه در حمایت از ادعای امارات بر سر جزایر ایرانی. گروهی از دیپلمات‌های پیشین نظام میگویند حمایت جمهوری اسلامی از روسیه تکیه بر باد است. آیا تمامیت ارضی ایران قربانی سیاست خارجی نامتوازن علی خامنه‌ای می‌شود؟ بزرگترین گام تجاری بریتانیا بعد از خروج از اتحادیه اروپا. بریتانیا به پیمان تجاری دو سوی اقیانوس آرام موسوم به ترانس پاسیفیک پیوست. ترانس پاسیفیک پیمانی با ارزش بیش از 15 تریلیون دلار به دنبال برداشت تعرفه ها و کاهش موانع تجاری بین بیش از 500 میلیارد نفر از مردم دنیا است. و ورود هوش مصنوعی به خودروهای جدید. مرسدس بنز از عرضه 900 هزار خودروی مجهز به هوش مصنوعی در بازار آمریکا خبر داد. آیا در آینده این خودروها هستند که به جای رانندگانشان تصمیم می‌گیرند؟ سلام، وقتتون بخیر. امروز یک شنبه 10 شب به وقت تهران. من گلارهان هستم. به امروز خوش آمدید. وقتی رفیق روسی خنجر از پشت میزند، تیتر تند روزنامه جمهوری اسلامی در انتقاد از مواضع اخیر روسیه علیه تمامیت ارضی ایران. وقتی هفته گذشته روسیه در بیانیه مشترک با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از ادعای امارات متحده عربی در مورد سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا حمایت کرد، اقدامی مشابه آنچه 7 ماه پیش چین هم انجام داده بود، اتفاقی که باعث شده جمعی از دیپلمات‌های پیشین نظام هم در بیانیه اعلام کنند روسیه هم مثل چین تمامیت ارضی ایران را مشغول مصالحه اهداف و منافع خودش قرار داده. نتیجه سیاست خارجی نامتوازن جمهوری اسلامی با رهبری علی خامنه‌ای که اگر تا دیروز به قراردادهای محرمانه و پرضرر محدود میشد، امروز تمامیت ارضی ایران را نشانه رفته. سیاست حمایت تمام و کمال از روسیه که به گفته روزنامه جمهوری اسلامی تکیه بر باد است. مشابه پورمسلم و جزئیات بیشتر. دزدان دریایی جدید خلیج فارس، اتحاد روسیه با اعراب علیه حق حاکمیت ایران بر سه جزیره استراتژیک، نتیجه سیاست خارجی جمهوری اسلامی از ادعای نه شرقی نه غربی تا فروش ایران به روسیه و چین در ازای دشمنی با غرب، مسکو و پکن چه خوابی برای تمامیت ارضی ایران دیدن؟ دوشنبه 19 تیر ماه مسکو، بیانیه مشترک وزرای خارجه روسیه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر ایرانی تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا. روسیه در این بیانیه از ادعای امارات متحده عربی درباره سه جزیره حمایت کرد. خنجری از پشت به یکی از معدود متحدان مسکو در خارج از سرزمین‌های شوروی سابق، اتفاقی که خشم ایرانیان را به همراه داشته. مردمی که این اقدام را گستاخانه خوانده و نتیجه سیاست خارجی نادرست جمهوری اسلامی می‌دانند، سیاستی که تمامیت ارضی ایران را در خطر قرار داده. بعد از این اتفاق، وزیر خارجه ایران که با رئیسی به آفریقا سفر کرده بود، در توییتی محافظه‌کارانه مدعی شد جمهوری اسلامی بر سر حق استقلال و تمامیت ارضی با هیچ کس تعارف ندارد، احتمالاً بجز با روسیه، چون او از اشاره به نام کشوری که حاکمیت ایران را زیر سوال برده خودداری کرد. در این بین مقام‌های جمهوری اسلامی به فکر رفع رجوع موضع روسیه برآمدند. علی اکبر ولایتی مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی مدعی شد سرگئی لاوروف که در 20 سال گذشته وزیر خارجه روسیه بوده سادگی کرده. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز شنبه با ادبیاتی تند روسیه را نامردترین تمام تاریخ خواند. این روزنامه با اشاره به جای دندانهای روس در معاهده‌های ترکمنچای و گلستان، حمایت جمهوری اسلامی از روسیه را تکیه بر باد خواند. رئیس مجلس ایران هم یکشنبه در نطخی با اشاره به حق حاکمیت غیرقابل خدشه ایران بر جزایر سگانه با لحنی ملتمسانه از روسیه خواست توجه کند که این موضع‌گیری به نفع آمریکاست. اقتدار ایران در این جزایر ضامن ثبات خلیج فارس در برابر سلطه‌جویی آمریکایی است و توقع ملت بزرگ ایران این است که شراکت اقتصادی و راهبردی خود را در موضع‌گیری‌های سیاسی و رسانه‌ای نیز نشان بدهد. خشم عمومی از روسیه مقام‌های جمهوری اسلامی را واداشته که در ادامه روند روسیه‌شویی در واقعیت اخبار هم دست ببرند.
خبرگزاری دولتی ایران ایرنا مدعی شد که روسیه موضع خودش را درباره جزایر سگانه ایرانی اصلاح کرده. در جریان دیدار نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه و آفریقا با سفیر جمهوری اسلامی، اما خبرگزاری دولتی روسیه تاس واقعیت را فاش کرد که این دیدار به درخواست سفیر ایران انجام شده و نماینده روسیه باز هم بر موضع کشورش پافشاری کرده و به جای عبارت خلیج فارس عبارت جعلی خلیج را به کار برده. همزمان جمعی از سفرا و دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای حمایت مسکو از ادعاهای امارات متحده عربی را غیرقابل قبول دانسته و اعلام کردن روسیه هم مثل چین تمامیت ارضی ایران را وجه المصالحه اهداف و منافع خودش قرار داده. آنها دلیل این اقدام را سیاست خارجی نامتوازن جمهوری اسلامی خواندند، بدون اشاره به نام معمارش علی خامنه‌ای که در سالهای گذشته بارها بر اولویت ارتباط با روسیه و چین تاکید و ارتباط با غرب را مذمت کرده. نگاه باید طرف شرق باشه، نگاه طرف غرب و اروپا و اینها برای ما جز معطل کردن، جز دردسر، جز منت کشیدن و کوچک شدن هیچ اثری نداره. سیاستی که خروجیش دو قرارداد و تفاهم‌نامه بلند مدت با چین و روسیه بوده، قراردادهایی که به گفته کارشناسان میتواند ایران را به مستعمره نوین این دو کشور تبدیل کند. پکن و مسکو در غیاب سیاست خارجی متوازن و در شرایطی که میدانند تنها گزینه جمهوری اسلامی شدند، قراردادهایی با جمهوری اسلامی میبندند که در آن منافع ایران به خطر میافتد. حمایت بیچون و چرای خامنه‌ای از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین و ارسال پهپادهای شاهد 136 به مسکو اجماعی کم سابقه را در بین کشورهای غربی علیه ایران شکل داده. چین هم علاوه بر دریافت نفت با تخفیف بسیار، حالا در مقابل ایران تحریم زده رو به سیاست تهاتر آورده. در شرایطی که مقام‌های جمهوری اسلامی منافع اقتصادی زمین‌های کشاورزی 5 استان را به چین تعارف می‌کنند و به رغم سابقه سیاه پکن در پروژه‌های اقتصادی، هر روز خبر ورود چین به بخش‌های مختلف ایران را منتشر می‌کنند. همان چینی که آذرماه گذشته در بیانیه مشترک با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از ادعای امارات بر جزایر ایرانی حمایت کرد. تهران هم به اعتراضی رسمی بسنده کرد تا دل چینی‌ها نشکند. سه ماه بعد پکن با میدانداری در توافق عادی سازی روابط جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، نبض سیاست خارجی ایران را هم در دست گرفت تا انحصارش را در بازارهای اقتصادی ایران پررنگ‌تر کند. 52 سال پیش ایران تحت حاکمیت محمد رضا شاه پهلوی توانست حق حاکمیت بر جزایر ایرانی را به دست بیاورد، آن هم در شرایطی که بریتانیا از طریق این مرد ویلیام لوس وزیر مستعمرات وقتش تلاش کرد برای شارجه هم سهمی از جزیره ابو موسا قائل شود. محمد رضا شاه در نهایت متوسل به زور شد و نیروهای نظامی ایران وارد تنب بزرگ شدند. در این عملیات برای بازپسگیری جزایر ایرانی 3 سرباز ایرانی کشته شدند. صدام حسین در جریان جنگ عراق علیه ایران اشغال این 3 جزیره را هدف سوم خود از حمله به ایران عنوان کرده بود. او ناکام ماند و آرزویش را با خود به گور برد. اما سیاست خارجی جمهوری اسلامی باعث شده که علاوه بر کشورهای حاشیه خلیج فارس، حالا دو کشور روسیه و چین هم از این ادعاها حمایت کنند. ما هرگز در مورد ادعای خود برای جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا، چه از طریق مذاکرات مستقیم و چه از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری تسلیم نخواهیم شد. رولت روسی روی شقیقه ایران با اسلحه تماما پر که جمهوری اسلامی پرش کرده، با ستیز با غرب، با تنش آفرینی در منطقه و با حمایت از تجاوز نظامی مسکو به اوکراین. اسلحه‌ای که دونکیشوت‌های تهران با دست خودشان به دست نامردترین در تاریخ دادند. مشتبه پور محسن، لندن. رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن با ما هستند. به هر دوی شما آقایان خوش آمد میگم و اجازه بدین گفتگو رو با آقای علیزاده شروع کنم. آقای علیزاده، فکر میکنید واکنش مقامات جمهوری اسلامی در قبال اقدام روسیه و اصالاتش کافی بوده؟ به هیچ وجه کافی نبوده، چه در این مورد چه در مورد چین. ببینید، از قدیم گفتن جواب هایهویه. اگر که دو کشور چین و روسیه آمدن در مورد تمامیت ارضی ایران دست‌اندازی کردند، دقیقاً زبان دیپلماتیک این هست که وزیر بیکفایت امور خارجه ایران بلافاصله موضع‌گیری می‌کرد و ارجاع می‌داد مسئله
جزیره کریمه رو که اختلاف بین روسیه و اوکراین هست ارجاعش میدادش به محاکم بین المللی به روش های مسالمت آمیز. چرا جنگ میکنید شما؟ در مورد تایوان همچنین، چرا روس چین بارها متوسل شده به اینکه من متوسل به زور میشوم؟ یک مرتبه مقامات جمهوری اسلامی گفتن که منازعه تایوان از طریق راه‌های مسالمت آمیز و مجامع بین المللی حقوقی انجام بشود. وقتی ما میبینیم که وزیر خارجه بیکفایت جمهوری اسلامی که باید بابت همین استیضاح بشود یک توییت کوتاه میزنه، حتی نام دولت متجاسر روسیه رو هم در توییت خودش نمی آورد که اونها به تمامیت ارضی ایران دستاندازی کردن. مسلما رفتار جمهوری اسلامی و مشخصا چیز وزارت خارجه ناکافی است. من ارجاع میدم زمانی که یک نکته مهم ارجاع میدم زمانی که آقای لاوروف اعلان کرده بود که هیتلر رگ یهودی، خون یهودی در بدنش بود، اسرائیل چنان اعتراض کرد که آقای پوتین مجبور شد با نخست وزیر اسرائیل گفتگو بکنه و بعداً دفتر نخست وزیر اسرائیل گفتش که آقای پوتین در این گفتگوی تلفنی پوزش خواسته است. چرا جمهوری اسلامی باعث نشد که آقای پوتین عذرخواهی کنه؟ آقای سفروف، چرا روسیه به رغم این همه حمایت جمهوری اسلامی به خصوص در مسئله اوکراین، در مسئله جزایر سگانه که به تمامیت ارضی ایران هم مربوط میشه، از امارات حمایت کرده؟ ببینید، من فکر میکنم که این صحنه‌ای که الان داره در ایران درست میشه، در اطراف ایران درست میشه، در صحنه جهانی درست میشه، هیچ ربطی با واقعیتی که امروز داره اصلا نداره. دشمنان روابط روسیه و ایران، اپوزیسیون ایران، چی داخلی و چی خارجی، الان دارن دف میزنن که تمام دنیا را سر و صدا بکنن که ببینید موضوعگیری روسیه چجوریه. از امارات دفاع کرده و استقلالیت یک پارچگی جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال بوده. اصلا خبری از این حرفا نیست. در بیانیه که در روز نهایی که سمیت کشورهای حاشیه دریای خلیج فارس انجام شد، فقط اومده است که اگر کشورهایی که در اینجا یک ناراضگی داشته باشن، مشکلی داشته باشن، اول باید بین خودشون از طریق مذاکرات را حل و فصل بکنن و اگر به این حل و فصل نرسیدن میتونن به دادگاه های بین المللی مراجعه بکنن. این نکته اصلی این برنامه است. این هیچ معنی نداره که سیاستی روسیه عوض شده، یک پارچگی ایران را زیر سوال گذاشته، از امارات دفاع شده. اصلا این حرفا نیست. شما از داستانهای دیگه و دیگه رو دارید درست میکنید. آقای علیزاده چقدر فکر میکنی این ارجاع به مقامهای بین المللی، به دستگاه قضایی بین المللی، در واقع دفاع رسمی روسیه نبوده از عدم مالکیت ایران بر جزایر سگانه، اونطور که آقای سفروف میگن؟ آقای سفروف در یک صحبتی که پیشترها کرده بودن گفتن که آقای پوتین در چهره علی خامنه ای عیسی مسیح رو دیده. در اونجا چهره عیسی مسیح رو دیده است آقای پوتین و آقای سفروف ازش دفاع میکنه. در اینجا حاکمیت رسمی ایران رو نمیبینه و بیانیه‌ای که آقای لاوروف پاش امضا گذاشته و در خصوص جزایر سگانه نام برده شده، در مورد جزایر سگانه، نه اینکه اختلافی در منطقه است، بین قطر و عربستان هم اختلاف هستش، به این ارجاع ندادی که. این یک نکته. نکته دوم اینکه در دیگر مورد، در توییت بخش عربی، توییت سایت رسمی عربی وزارت خارجه روسیه، پیش از این از نام جعلی خلیج عربی استفاده شده بود. این رو کجای دلمون بگذاریم؟ ببینید، واقعیت این هست. من از آقای سفروف میگم که اگر رئیسش آقای لاوروف رو، آقای پوتین رو دیدن، یک پیام بفرستن. ما ایرانی ها خوشحال هستیم که آقای لاوروف روسیه دست خودش رو باز کرد. فکر نکنید یه آمده یه تعرض کلامی کرده. اما ما بارها میگفتیم که روسیه شریک دزد و رفیق غافل است. آقای سفروف، شریک دزد و رفیق غافله
و اینجا دستشون رو و ما خوشحالیم از این بابت، چون میدونیم که این جزایر که هیچی بند کوچکی از خاک ایران رو اجازه نخواهیم داد جدا بشه. اما اقلا فهمیدیم دوست ما کیست و دشمن کیست. آقای سفروف، معاون وزیر خارجه روسیه در دیدار سفیر ایران باز هم بر همون مواضع به نوعی اصرار کرده. آیا برای مسکو مهم نیست که حمایت تهران رو از دست بده، یا فکر میکنید که تهران به دلیل رویگردانی از غرب اساساً گزینه دیگه جز روسیه نداره؟ ببینید، مهم نیست که کسی از این کار خوشحاله، بدحاله، اصلا چی برداشته داره. ما میدونیم که کشور جمهوری اسلامی ایران برای روسیه یک کشوری خیلی مهمه. در استراتژی‌های بلندی روسیه این کشور جای خیلی مناسبی رو داره. ما در سمت رویش همکاری‌ها به سمت همکاری‌های استراتژی داریم حرکت بکنیم. امنیت منطقه، امنیت آسیای مرکزی، امنیت منطقه خلیج فارس، خاورمیانه و اصلا قسمت اونور دنیا را ما بدون همکاری با ایران و حضور ایران نمیتونیم تصور بکنیم. اصلا ایران کشوری هست که امنیت جهانی از اون بستگی داره. بنابراین ما خواهیم یا نخواهیم باید در کنار ایران باشیم و با ایران همکاری بکنیم. این صحبتهایی که شما میگید از پشه فیل ساختنه. اصلا اون بیانیه اگر خوب میبود که اصلا نمیبود، اسم این جزایر نمیومد، این ایدئال میبود. ولی شاید لابی های عربی، شاید به هر حال دیدگاه های روسیه این حساسیتی آقای سفروف فرمودین اهمیتی نداره خوشحالی یا بدحالی بقیه کشورها. پس روابط دیپلماتیک و حمایت های کلامی رو شما جز روابط دیپلماتیک و حمایت های روسیه نمیدونین؟ نه، ببینید، ما خیلی ناراحتیم که این یک نقطه حساس شده. الان بازتابی خیلی بدی در ایران دارم. خیلی مردمی شریف ایران اصلا ناراحتن. اونها هزاران بهانه های دیگه و تاریخچه همکاری های ما را دارن و رق میزنن که باز کدام یک گناه یا زیانی از روسیه دیده باشن. 200 سال روابطی ما را الان دارن اصلا زیر زوربین نگاه میکنن و دیگر و دیگر. حالا آنکه ایران بیشتر از کشورهای دیگر زیان دیده و روسیه در طول همکاری های خودش خیلی و خیلی در کنار ایران بود و از ایران دفاع میکرد. اگر من به این عقیده هستم که اگر روسیه در کنار ایران نمی بود، از قطعنامه های دیگر شورای امنیت سازمان ملل رد نمی کرد و حقوقی وتوی خودش رو استفاده نمی کرد، من فکر میکنم که کار با جنگ کشورهای غرب با ایران کشیده میشود. آقای علیزاده، چقدر با حرفای آقای سفروف موافقین؟ ببین، اگه آقای سفروف میخواهند سفیدشویی کنند بگن که قصد خاصی در این کار نبوده، خیلی ساده است. به آقای لاوروف بگن که یک پوزش بخوان، یک یا یک وزارت خارجه روسیه یک بیانیه رسمی صادر کنن که منظور ما اصلا اختلافی که امارات علیه جزایر ایران اقامه کرده نیست. خیلی ساده اینو رفعش بکنن. اما واقعیت این هستش که ما میفهمیم که روسیه نیازمند کمک عرب‌های نفتخیز هستن و برای اینکه جانب اونها رو داشته باشه میبایستی به اونها امتیازی میداده. خب خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم طایی شدن آسان بود. از کیسه ملت ایران بخشیده برای اینکه کشورهای عرب رو روشن بکنه. آقای سفروف، ما خیلی خوشحال هستیم، ملی‌گرایان ایران بسیار خوشحال هستند که کشور متجاوز خونریز و پوتینی که الان تحت تعقیب بین المللی قرار گرفته، همونطور که تعرض کرده است به خاک اوکراین، نگاه چپ کرده به خاک ایران و این رو ما در گلوی پوتین نخواهیم گذاشت این فرو برود. آقای سفروف، اشاره کردیم به اینکه متوجه هستین که ملت ایران خشمگین هستن از اینکه به نوعی به تمامیت ارضی ایران تجاوز شده از جانب روسیه و زیر سوال رفته. اگر شما متوجه هستین، تصور میکنم مقامات روسیه هم متوجه هستن، چرا آنطور که آقای علیزاده میگن یک عذرخواهی رسمی نمی کنند؟ ببینید جناب آقای علیزاده، اگر من از دولت روسیه خواهش بکنم که سخنان ایشون را یه بار دیگه نگاه بکنن و با دادگاه های بین المللی مراجعه بکنن که چنین کارشناس در یک منبر بلندی بین المللی داره
دعوا و خیلی حرفای بیرون از ادبیات سیاسی و کارشناسی میگن. این یک نکته. اگر آقای لاوروف خاک ملت من تعرض کرده، اجازه بدید من حرف شما رو قطع نکردم. ببینید، ما در قبال آن که با کشورهای عربی، البته کشورهای عربی و روابط با این کشورها برای ما خیلی مهمه، روسیه سیاست‌های خودش رو گسترش میده با کشورهای دیگر، با همه کشورهایی که نیاز به این هست، از نیاز به منافع خودش این کار انجام میده، ولی ما هیچگاه همکاری رو با کشورهای عربی در مقایسه یا که به جای ایران نگذاشتیم. اولویت سیاست خارجی ما با کشورهای اسلامی الان با ایران گره خورده و ما هزاران پروژه داریم، برنامه‌های دراز مدت داریم و همکاری‌های علمی و نظامی و تکنیکی و دیگر دارم پیاده میکنیم و این فکر میکنم که این یک نکته خیلی ظریفی بود که شاید احتمال میدم شاید ما خیلی خوب حرف را بیان نکردیم. هدف ما این نبود که ما نقطه حساسی ایران را به اون تکیه ضرر برسونیم یا که اونا را ناراحت کنیم. متوجه فرمایشات شما هستم. اجازه بدین آقای علیزاده یه سوال دیگه ازشون بپرسم. چقدر فکر میکنید که با توجه به موازی که چین هم موازی مشابهی که چین هم پیشتر داشت، آنطور که روزنامه جمهوری اسلامی گفته، در واقع این شرق‌گرایی جمهوری اسلامی تکه بر باد است؟ اصلا همچین نیست. شما نگاه کنید، من باید تحسین و تمجید کنم از حدود 70 نفر دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران که یا سفیر بودند یا در مقامات ارشد وزارت خارجه بودند، که ببینید چه متنی رو ارائه دادن. گفتن سیاست شرق‌گرایی یک سوی حرف علی خامنه‌ای رو منتقل کردید، منعکس کردید که گفته بود ما نگاه به شرق داشتیم. میگه دارن تو دهن علی خامنه‌ای میزنن. این سیاست شرق‌گرایی یک سویه، غرب ستیزی افراطی و انکار روابط متوازن موجب شده است که چه چین چه روسیه تعرض کلامی داشته باشند به خاک ملت ما. همونطور که من گفتم، من در این کاری که البته برای ما تلخ بود دو خیر مهم میبینم، دو نکته زیبا میبینم. نکته اول این که ما ملت ایران دانست که کشور روسیه شریک دزد و رفیق غافل است که میبینید آقای علی صفحه. بله آقای علیزاده، وقتمون خیلی محدود هست. و نکته دوم واکنش بسیار خوب دیپلمات های همین جمهوری اسلامی است به رفتار شنیع خود جمهوری اسلامی که وزیر خارجش لام در دهان گرفته و حرفی نزده. و به من خوشحال هستم که این داروی حرف شد موجب خوشحالی ایرانیان نسبت به تحرص. قطعا بحث مفصلی هست، وقت برنامه ما محدود. رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن، از هر دوی شما آقای متشکر هستم. بعد از مذاکراتی طولانی، بریتانیا سرانجام روز یکشنبه 25 تیر به طور رسمی پیمان ترانس پاسیفیک رو در پایتخت نیوزیلند امضا کرد. بلوک کشورهای پیمان دو سوی اقیانوس آرام موسوم به ترانس پاسیفیک که با 473 میلیون جمعیت گستره وسیع از جغرافیای جهان رو در بر میگیره، به دنبال تسهیل تجارت، برداشتن موانع تجاری و حذف تعرفه کالاهای مبادله شده بین اعضای خودش است. ارزش تجاری این پیمان بیش از 15 تریلیون دلاره. وزیر تجارت بریتانیا میگوید از عضویت کشورهای دیگر استقبال میکنیم. محسن ایزدی و جزئیات بیشتر. 3 سال پس از برگزیت و خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، این کشور دیگر نه به دنبال خروج بلکه مشتاق ورود است. ورود به توافق شراکت جامع و پیشروی ترانس پاسیفیک، یا به اختصار CPTPP. این افتخاریه برای ما که اولین عضو CPTPP هستیم که به این پیمان ملحق میشیم. این پیمان از الان با اضافه شدن عضو 12 شامل اروپا هم میشه. عضویت ما در این توافق مدرن به این معناست که درهای بریتانیا برای تجارت بازه. همین الان بیش از 500,000 بریتانیایی در شرکت‌های متعلق به اعضای CPTPP کار می‌کنن و عضویت ما علاوه بر فرصت‌های بیشتر برای این شهروندان، امکان دسترسی به بازارهایی که آینده تجارت رو شکل میدن فراهم می‌کنه.
بلوک تجاری CPTPP در سال 2018 تشکیل شد و استرالیا، نیوزیلند، ژاپن، سنگاپور، مالزی، ویتنام، برونئی، کانادا، شیلی، مکزیک و پرو اعضای آن هستند. بریتانیا اولین کشوری است که از زمان تشکیل این پیمان تجاری به آن می‌پیوندد تا به این ترتیب اعضای فعلی CPTPP به 12 کشور برسد. البته عضویت بریتانیا خواسته دیگر اعضای این بلوک هم بوده. من کاملا قانع شدم که پذیرش بریتانیا منجر به استحکام پیوندها میان اعضای پیمان ترانس‌پاسیفیک میشه و ما رو قادر به معرفی یک سیستم تجاری آزاد، منصفانه و قانونمند و یک نظم اقتصادی تازه در این منطقه و جهان میکنه. به گفته کریس هیپکینز، نخست وزیر نیوزیلند، با ورود بریتانیا، این پیمان تجاری همکنون بر زندگی 500 میلیون نفر و بر بیش از 15% تولید ناخالص داخلی در کل جهان اثرگذار است. اما شاید بتوان گفت که با ورود بریتانیا به این پیمان که عملاً منطقه اقیانوس اطلس را به منطقه اقیانوس هند و آرام متصل کرده، انتظار می رود که رسیدگی به درخواست کشورهای دیگر هم در دستور کار جلسه سران CPTPP قرار گیرد. یکی از آن کشورها چین است که مدتی است پیگیرانه به دنبال عضویت در این پیمان است. چین تحقیقات و ارزیابی‌هایش را درباره بیش از 2300 شرایط پیمان ترانس‌پاسیفیک انجام داده و اصلاحات مورد نظر در قوانینش را برای قبول پذیرش عضویتش در این پیمان پیش بینی کرده. اخیراً دولت چین درخواست عضویتش را به اعضای پیمان ارسال کرده. افزون بر آن، چین به طور فعالانه در حال انجام پروژه‌های آزمایشی در جهت انجام اصلاحات و آمادگی برای رسیدن به استانداردهای بالای پیمان است. متقاضی دیگر عضویت تایوان است. دو کشوری که گنجاندنشان در یک اقلیم امریست نزدیک به محال. اما نفس درخواست و پیگیری این دو قدرت اقتصادی آسیا برای عضویت در CPTPP خود گواهی است از ظرفیت‌های بالقوه این پیمان تجاری. لازم به ذکر است که CPTPP برخلاف اتحادیه اروپا نه یک بازار واحد است و نه یک اتحادیه گمرکی. بنابراین کشورهای عضو ملزم به داشتن مقررات و استانداردهای یکسان در همه زمینه‌ها نیستند. از همین رو، حداقل تا جایی که به بریتانیا برمیگردد، ورود به پیمان ترانس پاسیفیک میتواند از دید طرفداران برگزیت دستاوردی بزرگ تلقی شود. محسن ایزدی، لندن. در استانبول ایرانیان مقیم این شهر برای همبستگی با مردم ایران و معترضان به جمهوری اسلامی گرد هم آمدند. تجمع کنندگان این گرد همایی را در حمایت از خانواده‌های قربانیان خیزش انقلابی، زندانیان سیاسی دربند و زندانیانی که حکم اعدام گرفتند برگزار کردند. معترضان میگویند جهان نباید رفتار غیر انسانی جمهوری اسلامی در برابر مردم و معترضان را فراموش کند. نرگس هورخش همکارم از محل برگزاری این تجمع در استانبول گزارش می‌دهد. جمهوری اسلامی نمیخواد. در یک روز به شدت آفتابی اینجا ایرانیان مقیم استانبول اعتراضشان به جمهوری اسلامی را بلند فریاد میزنند با شعارهای جمهوری اسلامی نمیخوایم و یا هم خامنه ای ضحاک میکشیم زیر خاک. اینجا بیزاریشان را از جمهوری اسلامی و رفتارهایش در برابر مردم و معترضان در ایران اعلام میکنند. این صدایی هست که برای هفته ها اینجا در استانبول و میدان بیازید ادامه دار بوده. نه تنها بیزاری از جمهوری اسلامی پیام است، بلکه صدا شدن برای آنهایی که در این چند ماه گذشته قربانی بودن از سوی جمهوری اسلامی، حمایت از خانواده های آنها و زندانیان سیاسی که در حال حاضر در بند جمهوری اسلامی به سر میبرند، به ویژه زندانیانی که حکم اعدام گرفتن. اینجا میتوان پوسترها و عکس‌های آنهایی که در بند جمهوری اسلامی هستند را در میان معترضین دید، از جمله عباس زریز، کسی که این روزها برای نجات جانش از اعدام در بسیاری از شهرهای دنیا به شمول اینجا اعتراض میشه. عکس‌هایی را میتونیم ببینیم با این نوشته
نوشته ها که نگذارین عباس ادریس کشته شود و پیامی از فرزند او هم در اینجا از سوی معترضان حمل می شود با این پیام که نگذارید پدرم را بکشند. از زاهدان تا ایزه خون از وطن می ریزه، از زاهدان تا ایزه خون از وطن می ریزه، از زاهدان تا ایزه خون از وطن می ریزه، کرد و بلوچ و آذری آزادی و برابری، کرد و بلوچ و آذری آزادی و برابری. با این پیام ها و این پوستر ها معترضان در اینجا اول میخواین که توجه مردمی که در این کشور زندگی میکنن، شهروندان ترک و توریست هایی که در این محله حضور به هم برسانن را توجهش را جلب کنن. دوم میخواین به جامعه جهانی این پیام را بدهن که رفتارهای غیر انسانی جمهوری اسلامی در برابر مردم را فراموش نکنن و اقدام های عملی در برابر این حکومت روی دست بگیرن. و در نهایت خود این معترضان این پیام را به مردم ایران و معترضان ایرانی میدهند که تا زمان پیروزی در این خیزش همچنان صدای مردمی خواهند بود که در ایران صدایشان خفه شده و این اعتراضاتشان هر هفته در میدان بیازید و اینجا در استانبول ادامه خواهند داد. با ادامه موج گرمای شدید بسیاری از شهرهای اروپا هشدارهای آب و هوایی صادر کردند. موج گرمای شدید در جنوب اروپا باعث شده در 15 شهر ایتالیا هشدار وضعیت قرمز اعلام بشه و انتظار میره در هفته‌های پیش رو دمای هوا در اروپا رکورد جدیدی رو به ثبت برسونه. آژانس هوایی اروپا گفته ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، آلمان و لهستان احتمالاً شرایط حادی رو تجربه می‌کنند. نیلوفر پور ابراهیم از پاریس گزارش میده. موج گرمای شدید در اروپا از همین حالا آغاز شده و قرار هست از روز دوشنبه به اوج خودش برسه و به همین دلیل بسیاری از کشورهای اروپایی در برخی از شهرهاشون هشدار وضعیت شدید آب و هوایی یا وضعیت قرمز اعلام کردن. از جمله در جنوب ایتالیا که 15 شهر رو در واقع در وضعیت قرمز قرار دادن. وضعیت قرمز یعنی که نه تنها جان افراد آسیب پذیر یا سالمند در خطره، بلکه افراد سالم هم میتونه جانشون به دلیل این گرمای بیش از حد به خطر بیفته. پیش بینی میشه که احتمالاً دمای هوا در برخی مناطق در ایتالیا از 48 درجه فراتر بره و حتی رکورد بیشترین دمای هوا در این کشور و همینطور در اروپا شکسته بشه. در کشورهای دیگه هم وضع به همین شکله، از اسپانیا و یونان گرفته تا جنوب فرانسه و لهستان و دیگر کشورهای اروپایی که نگرانی از افزایش دما و تبعات اون از همین حالا آغاز شده. مثلا در اسپانیا در جزایر قناری جزیره پالما آتش سوزی های آغاز شده و باعث سوختن بیش از 4500 هکتار از جنگل ها و مراتع این جزیره شده و همینطور خیلی ها با این مناطق رو ترک بکنن. همینطور در کشورهایی مثل یونان که ساعت های که آفتاب شدید هست یا گرما به بیشترین میزان خودش میرسه، مناطق توریستی یا اماکن دولتی تعطیل شده از یکی دو روز گذشته. اینا تمهیداتیه که دولت‌ها دارن در پیش می‌گیرن، ولی مشکل اینجاست که توی این سال‌های گذشته داریم می‌بینیم که تعداد روزهای گرم در تابستان داره بیشتر و بیشتر میشه و همینطور دمای هوا بالاتر میره، اون هم در شرایطی که این کشورها آمادگی لازم برای مقابله با تبعات این گرمای زیاد رو ندارن. در تحولی جدید در صنعت خودروسازی، مرسدس بنز از همکاری با شرکت فناوری انویدیا خبر داده. موضوع این همکاری استفاده از هوش مصنوعی در خودروهای جدید مرسدس بنز است. از این هفته خودروهای جدید مرسدس بنز در آمریکا با هوش مصنوعی عرضه میشن. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم همایون خیری. مرسدس بنز از شروع همکاری با شرکت انویدیا خبر داده. انویدیا معروف در این شرکت سازنده تراشه‌های کامپیوتری در جهان است. موضوع همکاری این دو شرکت استفاده از هوش مصنوعی در خودروهاست. جنسن وانگ مدیر عامل شرکت انویدیا با حضور در یک آگهی تبلیغاتی بخشی از نوآوری‌های فنی این همکاری را توضیح داده.
خودرو شما رو میبینه، حستتون میکنه و حرکاتتون رو میفهمه. این خودرو 30 میلیون کد برنامه نویسی داره که صدها مهندس اون رو نوشتن. 27 زبان رو هم میفهمه. مرسدس، روزم طولانی بود. میخوام خستگی در کنم. الان برنامه تندرستی رو فعال میکنم. گرسنه هم هستم. مسیر سوشی فروشی رو بهت نشون میدم. به اولا هم زنگ بزن بگو خیلی محشری. دارم به اولا کالنیوز زنگ میزنم. برای فعال کردن دستیار هوشمند بنز کافیس بگویید سلام مرسدس. شبیه به فعال کردن سیری دستیار هوشمند اپل و الکسا دستیار هوشمند آمازون. برآورد جهانی این است که تا سال آینده از هر 10 خودروی جدید 6 خودرو از هوش مصنوعی استفاده کنند. مرسدس بنز یک قدم هم جلوتر رفت. از هفته آینده در 900 هزار خودروی مرسدس بنز که برای بازار آمریکا تولید می شود، رانندگان می توانند از چت جی پی تی هم استفاده کنند. در واقع یک سرنشین مطلع و رازدار در کنار شما سفر می کند و می توانید با او گفتگو کنید. اطلاعات رد و بدل شده هم به عنوان حریم خصوصی حفظ می شوند. مرسدس بنز اعلام کرده چت جی پی تی در 27 مدل خودروی این شرکت وجود خواهد داشت. آیا به زودی هوش مصنوعی می تواند در زمان خستگی راننده هدایت خودرو را به عهده بگیرد؟ بله، به زودی. اگر خسته باشید، هوش مصنوعی یا اجازه حرکت دادن خودرو را به شما نخواهد داد یا فرمان را میگیرد و خودرو را در جای مطمئن متوقف میکند. انتظار بر این است که در آینده نزدیک رانندگی ایمن‌تر شود. معین خیری، لندن. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ما. سایه ناظمی، خیلی خوش آمدید. هوش مصنوعی چطور میتونه صنعت خودروسازی و البته رابطه انسان با خودرو رو تغییر بده؟ آیا قرار این تبدیل به آینده صنعت خودروسازی بشه؟ به نظر میرسه که تو چند مرحله باید به این سوال جواب بدیم. اون چیزی که الان داره اتفاق میفته و در همین گزارش هم دیدیم، داستان در واقع بیشتر تمرکز داره بر روی دستیارهای صوتی که خب از قبل وجود داشتن، از نمونه برای مثال اندروید با واسطه کاربری اندروید برای خودرو یا اپل برای خودرو، سیری و بقیه نمونه ها، ولی خب اینها به شدت ابتدایی بودن نسبت به پیشرفت‌هایی که در چند سال اخیر به خصوص در چند ماه اخیر معرفی شده. حالا شرکت‌هایی مثل مرسدس بنز و بقیه شرکت‌ها، مثلا شرکت تسلا و خودروهایی که می‌سازه، با یک واسطه کاربری صوتی فوق‌العاده دقیق‌تر که در مواردی برای مثال در مورد مرسدس بنز مجهز میشه به مثلا چت جی پی تی که یک دایره عظیمی از اطلاعات رو میتونه جمع‌آوری کنه و به سوال‌ها پاسخ بده، انجام میده. این فوق‌العاده کارآمد هست به خاطر اینکه خب یه بخشی از نگرانی و حواس پرتی راننده رو برمی‌داره. راننده میتونه به شکل صوتی تعامل کنه بدون اینکه نگران باشه که مثلا چشمش رو از جاده برداره. همینطور این ابزارها تو این مرحله میتونن بخشی از عملکرد داخلی خودرو رو زیر نظر بگیرن. اما یک گام بزرگتر وجود داره و اون زمانی هستش که مانند اون سیستمی که در راننده خودکار یا راندن خودکار خودرو وجود داره، مانند اون چیزی که تسلا و برخی دیگه از خودروها، شرکت‌های خودروسازی دارن روش کار میکنن، حالا ما المان‌های هوش مصنوعی، نه دیگه چت جی پی تی که برای مثال یک مدل زبانی هست، بلکه ساختاری که خودش بخواد تصمیم گیری کنه و دخالت کنه در کار راننده، حالا این در قالب ترمز کردن به جا میتونه باشه یا در موارد کنترل رو خارج کنه، اینجا جاییه که نگرانی وجود داره و البته به نظر میرسه که نزدیک هم باشه. به خصوص برای مثال ببینید که شرکت پیشرویی مثل تسلا، مدیر ارشدش ایلان ماسک، الان شرکت هوش مصنوعی خودش رو تأسیس کرده و داره اون رو توسعه میده. این اتفاق به نظر میرسه، عمده کارشناسان به نظرشون این هستش که هنوز ما براش زود داریم به سمتش میدیم، به خاطر اینکه شما در نظر بگیرید تا وقتی که این ابزار کمک میکنه که من با خودروی خودم ارتباط بهتری داشته باشم، هشدار میده به من که مثلا در مقابلت ماشین دیگری وجود داره، از خط خارج شدی، فوق العاده عالیه. اما ما داریم از یه ابزاری استفاده میکنیم که اگر در سرعت بالا باهاش بره، در واقع میتونه یک اسلحه مرگبار بشه یک خودرو. حالا در نظر بگیرید که اولا در مواردی کنترل این بر اساس مؤلفه ها و شاخصه هایی در اختیار ماشین قرار بگیره، به عبارتی ماشین رو کنترل و هدایت بکنه. اون موقع است که ما یه
آقای نظمی، به این نگرانی ها اشاره کردیم، میخوام راجع به این حفاظت اطلاعات که در واقع گفته شده ذخیره میشه توی کلاود، فکر میکنید چه نگرانی هایی در مورد اطلاعات مردم وجود داره در این زمینه؟ این دیگه از اون نگرانی بود. حدودا یه دقیقه فرصت داریم. بله، این همین الان این نگرانی رو داریم. حتی در مورد خود چت جی پی تی مسئله هست که شما تمام اطلاعاتتون رو میذارید. مرسدس اعلام کرده که این رو در واقع در فضای کلاد به شکل انونیمیس یا ناشناس ذخیره میکنه. با این وجود میدونیم که موقعیت مکانی شما، موقعیت غذایی شما، وضعیت خستگی روحی و روانی شما با این ارتباطات میتونه در واقع جمع بشه. مینیمومش این هستش که این داده ها تبدیل به محصولی تجاری میشه که شرکتی مثل مرسدس بر مبنای اون میتونه حالا با راننده تعامل کنه، تبلیغات باشه و بعد به خطر افتادن اون در صورت هک. اینها نگرانی‌های جدی‌تری که الان وجود داره. برای همین صرفاً گفتن این که در کلاد ذخیره میشه نمیتونه خیلی قانع کننده باشه، باید یه نظارت بیشتری روش وجود داشته باشه. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا، خیلی متشکرم آقای ناظمی از توضیحاتتون. اما مثل همیشه از اینکه با من و تیم خبری امروز بودید ممنونم. قرار ما فردا ساعت 10 شب به وقت تهران. اینم تصاویر روز.